با تشدید شقه و بنبست کنونی، آخوند شیا دوباره پیشنهاد جام زهر به خامنه‌ای داد. همه ما میدونیم صلح سخت‌تر از جنگه، اما صلح یک صبر مداوم تا پایان عمر میخواد. زخم زبان‌ها هست که از زخم شمشیر بدتره. بلافاصله یک رسانه حکومتی با اشاره به نتایج جام زهری که خمینی مجبور به خوردنش شد نوشت: جام زهری که در آن مقطع برای مصلحت کشور نوشیده شد و در ابتدا به ذائقه ایرانیان تلخ آمد، در نهایت به شربتی شیرین برای کشور و نظام تبدیل شد. که خط ولایت لغو همه تحریم هاست، یعنی نه تعلیق که پادر هوا بماند، نه لغو همه تحریم ها. الان یه دوره حساسیه. ما شرایطی که امروز هست 6 ماه دیگه تکرار نمیشه. به اعتراف ظریف، شرایط فوق بحرانی است و 6 ماه آینده معلوم نیست نظام کجا باشد. دوستان ما حالیشون نیست، واقعا حالیشون نیست که 6 ماه دیگه دنیا یک دنیای دیگه. آیا خامنه ای دوباره روزه راستی آزمایی میخواند یا از سازش و نرمش قهرمانانه میگوید؟ آمریکایی ها باید تحریم ها رو لغو کنن، تمام تحریم ها رو باید لغو کنن، بعد ما راستی آزمایی خواهیم کرد. این سیاست قطعی است. البته آخوند شیاد با مقایسه دجالانه شرایط پایانی نظام با روزگار امام حسن همه ی حرف‌ها را ناروا دانست و گفت: اون همه حرف ناروا نسبت به امام مجتبی علیه السلام زده شد و امام خم به ابرو نیاورد. شرایط بحرانی و سکوت مرگبار خامنه‌ای نشانه لاعلاجی و بنبست مرگبار در بالای نظام است. نظامی که با برجام و بی برجام هیچ راهی جز سقوط و پایان ندارد. به امید روزی که قبر خمینی ملعون را با خاک یکسان کنیم، نمی بخشیم و نفراموش می کنیم. رأی ما سرنگونی و آری به جمهوری دموکراتیک است.